سلام علیکم. سلام خدمت دانش آموزان عزیز ارجمند. سال نوتون مبارک. امیدوارم که سال بسیار خوبی شروع شده باشه و در ادامه هم سال بسیار پربار و پربرکتی داشته باشید. حالا اونهایی که تو سایت هستن، یه قسمتی در سایت هست که شما میتونید پرسش و پاسخ داشته باشین، سوالات خودتون رو بپرسین. یه سلام بفرستین تا ما ببینیم که چه کسایی هستن. سلام. سلام، عید شما مبارک. عید شما مبارک. خب یه جنبندی از مبحث مدار براتون میخوام انجام بدم. بسیار بسیار عالی، کلیه سوالات مدار رو خواهیم با هم حل کنیم از سری سال، از سری جزوه های نکته و تست پارسال که برگزار شده بود و در واقع فصل مدار. حالا تا جایی که برسیم میخوایم با هم جنبندی کنیم. سلام. 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 ببینید، تو کنکور سراسری در واقع هر سال در رشته ریاضی و تجربی بین 3 تا 4 سوال از مبحث در واقع مدارات جریان مستقیم داریم که این مبحث هم به درد دانش آموزای سال 11 میخوره که میتونن راحت فصل مدار رو جنبندی کنن، هم برای بچه های کنکوریمون بسیار بسیار مفیده، از جمله مباحث بسیار مهم پایه است. یعنی من همیشه به بچه ها میگم که مدار مهمترین مبحث پایه است که سال 11 در کتاب ما هست. تعداد تستش هم کم نیست، تست های سنگین زیاد داره، تست های سخت زیاد داره و ما باید رو اصل درس و مفاهیم درس مسلط باشیم تا بتونیم تستاشو خوب حل کنیم. تو کتاب های مختلف کنکور در تمام سطوح تست ازش مطرح شده، مثلا کتاب های گاج و قلمچی یا کتاب خیلی سبز، تست های متوسط تر و در واقع کتاب های مثل نشه الگو یا موج آزمون و اینا تست های سختری رو مطرح کرد. اگر امروز با من همراه باشید و در واقع مبحث رو خوب در واقع تو ذهنتون جمع بندی کنین و به حرفای من خوب گوش بدین، میتونین کل مبحث رو به راحتی تستاشو حل کنین. این جزوه رو با هم بریم جلو شروع کنیم. اول یه خلاصه درسی از بحث مقاومت رو با هم داشته باشیم. ببین، اگر از یک مقاومتی جریان آی رد بشه، اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت میشه آی آر، یعنی ولتاژ دو سر مقاومت میشه ضرب جریان در مقاومت. بعد خود مقاومت چی میشه؟ آر برابر است با رو ال آم. رو چیه؟ بهش میگن مقاومت ویژه. ال طول سیم، آم چی؟ سطح مقطع سیم. در واقع مقاومت با طول سیم رابطه مستقیم داره و با سطح مقطع سیم رابطه عکس داره. خب اگر در یه تستی گفت حجم یا جرم سیم ثابت، گفت حجم سیم ثابته یا جرم سیم ثابته، ما میتونیم بیایم بگیم آقا چون حجم ثابته یا جرم ثابته، میتونیم بگیم R2 به R1 هست، A1 به A2 به توان 2 یا D1 به D2 به توان 4. چرا این رو میگیم؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که آقا حجم یعنی هست A1L1 برابر است با A2L2. پس ما اجازه داریم به جای A1 به A2 بذاریم L2 به L1. خب ما اگر اینجا تو رابطه اصلیمون به جای L2 به L1 بذاریم A1 به A2، یعنی R2 به R1 هست L2 به L1 در A1 به A2، ما به جای A1 به A2 میتونیم بذاریم L2 به L1. اینو در این ضرب کنیم، خب میشه L2 به L1 به توان 2. یا اگر بخوایم به جای L2 به L1 بذاریم A1 به A2، پس میشه A1 به A2 به توان 2. همین رابطه‌ای که من اینجا نوشتم، این رابطه رابطه خاص مقاومت هاست، یعنی در شرایط خاص این اتفاق میفته. شرایط خاص چه شرایطی است؟ شرایط خاص شرایطی است که در آن جرم یا حجم سیم چی بمونه؟ ثابت بمونه. خب اگر باتری ما تولید کننده جریان باشه،
ما میگیم ولتاژ دو سر باتری است، EMN های آی آر. اگر باتری ما گیرنده جریان باشه، ولتاژ ما هست ایه به علاوه آی آر. ببینید تولید کننده و گیرنده یعنی چی؟ اینجا رو ببینید. اینجا جریان واردش شده. پس ولتاژش میشه ایه به علاوه آی آر. اینجا جریان ازش خارج شده. ولتاژش میشه ایه منهای آی آر. پس این گیرنده است، گیرنده جریانه، اینم دهنده است که میشه ایه منهای آی آر. خب جریان کلی مدار چی میشه؟ میشه ای آر خارجی آر درونی. این میشه جریان کلی مدار. بعد از اینجا ما به جای آی چی میتونیم بذاریم؟ میتونیم به جای آی فرمول جریان رو بذاریم، ای آر خارجی آر درونی ضرب در آر، که اینجا به جای آی میتونیم این رابطه رو قرار بدیم. خب حالا یه چیزی یادتون باشه در تشخیص بین دهنده و گیرنده چیکار کنیم. اگر اعداد نیرو محرکه معلوم بود، یعنی نیرو محرکه جز مجهولات ما نبود، عددها معلوم بود، اون نیرو محرکه‌ای که از همه بزرگتره، یعنی مقدار عددیش از همه بیشتره، اون میشه تولید کننده. خب در رابطه با این موضوع بریم با هم مثال حل کنیم. اینجا رو ببینید، میگه در چیزی ولتسنج V1 و V2 و V3 چه ولتاژی رو نشون میده. خب اینجا رو ببینید، این چقدره؟ 20. این چقدره؟ 5. این 20، این 5. خب کدوم تولید کننده است، کدوم مصرف کننده؟ عدد رو ببینید، 20 و 5. خب پس الان E1 کارش تولیده، E2 کارش مصرف. پس این جریان رو تولید میکنه، این جریان رو مصرف میکنه. خب حالا اگر باتری ها عین هم نبودن، یعنی بعضی هاشون تولید کننده بودن بعضی هاشون مصرف کننده بودن، باید چی کار کنیم؟ میگه آقا جریان کلی مدار هست ایه تولیدی ها منهای ایه مصرفی ها آر به علاوه آریه که به علاوه آردو. خب کی تولید کرده؟ 20. پس میشه 20، مصرفیه میشه 5، آر خارجی آر درونی، چون یه حلقه از تمام آرا با هم جمع میشن. چند تا آر داریم؟ دو تا آر درونی داریم که جمعش میشه 6، یا آر خارجی داریم که 4. پس میشه 10، میشه 1.5. در یک حلقه تمام مقاومت ها با هم جمع میشن چون همه با هم سری اند. خب حالا میخوایم V1 رو حساب کنیم. V1 این دهنده است، پس ولتاژش میشه ایه منهای آی آر. 20 منهای این میشه 15.5. V2 گیرنده است. V2 که حالا مقاومت آی آر داره، جریان آی از این میگذره. V2 میشه آی آر، 1.5 ضرب در 4 میشه 6. V3 گیرنده است، میشه ایه به علاوه آی آر، میشه 9.5. پس در واقع ما میایم تشخیص میدیم کدوم باتری دهنده است، کدوم باتری گیرنده است، و بعد جریان کل مدار رو در حلقه به دست میاریم. جریان کلی مدار میشود تولید کننده ها منهای مصرف کننده ها. بعضی معلم ها میگن محرک منهای ضد محرک، من میگم اونایی که مثل همان با هم جمع میشن منهای اون یکی ها میشه. جالبه بدانید
جالبه بدانید آقای دانش آموز، خانم دانش آموز، 6.5 وقتی با هم جمع میشن به ما 15.5 میده. یعنی ولتاژ مادر، اونی که تولید کننده است، ولتاژش میاد بین بقیه عناصر تقسیم میشه. خب حالا ما یه قانونی داریم به نام قانون حلقه برای بچهای رشته ریاضی تجربیا ندارن، اینو فقط ریاضیا دارن، تجربیا ندارن، که آقا ما وقتی بخوایم از یه نقطه وارد یه نقطه دیگه بشیم، اینجا نگاه کنیم، اینجا اختلاف پتانسیل دو سر یک مقاومت میشه منفی آی آر، جهت جریان و جهت حرکت همجهت، چون همجهتن میشه منفی آی آر. حالا اگر جهت جریان و جهت حرکت خلاف باشه، ولتاژ میشه مثبت آی آر. و بعد اگر از سر کوچک باتری وارد بشیم نیرو محرکه مثبت، سر بزرگ باتری وارد بشیم نیرو محرکه چیه؟ منفی است. من همینجا در واقع یه مثالی بزنم. فرض کنید که اینجا نقطه آست، اینجا نقطه بی، تو تست به ما گفته آقا وی آ منهای وی بی 20. خب چیکار باید بکنیم؟ از آ بریم به بی. چجوری باید از آ بریم به بی؟ خب حالا یه دانش آموز میگه آقا بی بیایم به آ، مهم نی، داوطلب رشته ریاضی که این سوال مال توه، تو چه از آ بری به بی چه از بی بری به آ اصلا مهم نیست. اوکی، حالا من حالا از آ رفتم به بی، آقا جهت جریان من چجوریه؟ مهم نیست جهت جریان رو کدوم سمتی بگیرید، محاسبه که کردید اگر جریانتون مثبت شد یعنی جهت انتخابیتون درسته، ولی اگر جریانتون منفی شد یعنی جهت اشتباهه. من فرض میکنم جریانم هم اینجوریه، من خودم همیشه از اون دوره مدرسم جهت جریان حرکت رو یکی میگیرم. خب از نقطه آ حرکت میکنم، میشه وی آ، میام جلو، منهای آی آر ضرب در 2 به علاوه 10 منهای آی در آر کوچیک، دوباره میام منهای آی در آر که چنده؟ 3، از سر بزرگ که میام منفی 5، دوباره منهای آی در آر کوچیک که 1 شده وی بی. خب می‌نویسم وی آ، منهای 2 آی با منهای 3 آی، منهای 6 آی، منهای 7 آی، منهای 7 آی به علاوه 5 میشه وی بی. وی آ منهای وی بی میشه 7 آی منهای 5 شده 20. از اینجا آی من میشه 25/7 تقریباً 3.6. آی من مثبت شد. ایها الناس، دانش آموز، وقتی جریان مثبت شد یعنی جهتی که برای جریان گرفته بودی غلط نیست و درسته، یعنی جریانی که تو اون مدار وجود داشته از آ میرفته به بی. این طریقه نوشتن ولتاژ ها برای داوطلبین گروه ریاضیه. خب ما یه انرژی مصرفی در مقاومت ها داریم، یه توان داریم. ببینید اصل موضوع اینه که توان هست ضرب ولتاژ در جریان، که ما تا
دو تا رابطه از سوین استخراج میکنیم، یه رابطه توان آر آی دو، یه رابطه توان وی دو آروم. انرژی چیه؟ توان هست انرژی در وزن، پس انرژی هست توان ضرب در زمان. توان رو در زمان ضرب کنی میشه چی؟ میشه انرژی وی آی تی آر آی دو تی وی دو آروم تی. درسته؟ این میشه انرژی مصرفی در مقاومت ها و توان که 100% توان سوال کنکور سراسری است. اول یه خلاصه درس ارائه کنم بعد بریم با هم تست حل کنیم. خب تست آموزشی اول میگه نسبت توان آر یک به توان آر دو چقدره. خب بیان اینجا ببینید بچه ها، جریان 2 آمپر وارد 6 اوم شده. در حالت موازی در مقاومت های موازی ولتاژ ثابت است. یعنی چی؟ یعنی ضرب آی آر ثابت. عزیز دلم 2.6 به ما ولتاژ 12 رو میده. خب اینجا هم ولتاژ 12. خب چه عددی در 3 میشه 12؟ یعنی چه آیی باید در این آر ضرب شه؟ خب 4. پس اگر 2 بره تو 6 تو 3 4 رفته، یعنی مجموعاً چه جریانی وجود داره؟ 6 آمپر که اومده به 2.4 تقسیم شده. توان آر 1 رو میخواد، میشه آر جریانش به توان 2. توان آر 3 رو میخواد، میشه آر جریانش به توان 2. خب بیان جا گذاره آر 1 10 در 6 به توان 2، آر 3 6 در 2 به توان 2. این با این میره 6، جوابش میشه 15. اینم آر 2. ما آر 3 رو چرا نوشتیم؟ به آر 2 میخواست. خب اب نداره، من اینجا به آر 2 حساب کردم، اینو اشتباه جاگذاری کردم، مهم نی. حالا داریم جریانشو دیگه، اهمیتی نداره. دیدم عددش با پایین نمیخونه. این بوده توان آر 2. ایرادی نداره که میشه آر 2 در آی 2 به توان 2. آر 2 مون بوده 3، 4 به توان 2 میشه 10 ضرب در 36 به 3 ضرب در 16. درست یا نه؟ این میشه. حالا اگه آر 3 هم میخواست که همون مثل قبل حساب میکنی. خب حالا ما یه توانی داریم بجز توان دو سر مقاومت ها مربوط به توان مولده. توان مولد، حالا مولد تولید کننده است یا مصرف کننده؟ بهش میگیم توان مفید مولد. توان مفید مولد. خب توان میشه ضرب ولتاژ در جریان، یعنی میشه ای آی منهای آی دوار. ای آی میشه توان کل، آی دوار میشه تلف شده. درست یا نه؟ حالا این رابطه رو شما میبینید یه معادله درجه 2ه. بچه ها به این اصطلاحاً توان خروجی هم میگن. چرا؟ چون این باتری دهنده است دیگه، داره جریان ازش
خارج میشه. بچه ما توان ورودی هم داریم، توان ورودی مولد. خب توان ورودی چی میشه؟ میشه ایه به علاوه آی آر ضرب در آی، یادتون باشه. خب حالا بیایم رو توان مفید خروجی صحبت کنیم. این نمودار توان، معادله توان که از ای آی منهای آی دو آر بچه ها، توان مفید مولد. بچه یه معادله درجه دو اگه رسمش کنیم به شکل سهمی خواهد بود. خب به شکل سهمی گودیش رو به پایینه چون ضریب آی دو منفیه. خب پس گودی رو به پایین. ماکسیموم توان کیه؟ بچه ماکسیموم توان در ریاضی خوندید جایی که مشتق معادله صفر بشه. من اگر مشتق اینو مساوی صفر بذارم جریان من در میاد ای رو چند آر؟ دو آر. یعنی ماکسیموم توان زمانیه که جریان هست ای روی چی؟ دو آر. بچه جریان بوده ای آر خارجی آر درونی، حالا توان ماکس زمانیه که جریان من باشه ای رو چند آر؟ دو آر. یعنی آر بزرگ به علاوه آر کوچیک باشه دو آر. پس آر بزرگ و آر کوچیک با هم برابرن. پس در واقع تو این مقاومت، تو این جریان، توان مفید مولد ماکسیموم خودشو داره. یعنی باتری بیشترین خروجی رو داره، باتری بیشترین خروجی رو داره. بچه‌ها یکی از دغدغه‌های زندگیتون میدونید چیه؟ یکی از دغدغه‌های خیلی بزرگ زندگیتون اتصال کوتاست. تو بحث مدار به این اتصال کوتاه چیه؟ بچه‌ها سیم راست سیمیه که مقاومتش به شدت کمه. بچه مقاومت خیلی خیلی کمی داره و تمام جریان ازش رد میشه. اگر به دو سر مقاومت یا هر عنصر دیگه ای سیم ببندیم، اختلاف پتانسیل دو سرش صفر میشه. وقتی اختلاف پتانسیل صفر میشه یعنی چی؟ یعنی وقتی به دو سر مقاومت بسته شده جریان از مقاومت رد نمیشه، جریان میاد از تو سیم رد میشه و از مقاومت هیچی رد نمیشه. یعنی اختلاف پتانسیل دو سر صفر میشود. بعد چیز جالب به شما بگم، اگر به دو سر باتری هم سیم ببندیم اختلاف پتانسیلش صفر میشه. پس اینم اختلاف پتانسیلش صفر. خب بچه ها میخوام یه قسمت خیلی مهم رو بهتون یاد بدم، خفن، روش تستی حل سوالات مدار. ببینید بچه ها، ما یه مقاومت 6 داریم، یه مقاومت 3. میخوایم ببینیم آقا جریان چجوری بین اینا تقسیم میشه. فرض میکنیم تو عدد بزرگ جریان ما x باشه. اگر x بیاد تو 6، تو 3 چند x میاد؟ 2x. مجموعش چقدره؟ 3x یا 3i. یعنی جریان به نسبت 2:1 تقسیم میشه. وای! حالا اینجا رو ببین، الان یه مدار ساده داریم. اول از همه به هم بگو جریان مدار چیه؟ خیلی ساده میگیم جریان مدار هست ای
آره خارجی، آره درونی، برادرم، خواهرم. آره خارجی، معادل اینا رو بگیر. این ستا با هم چی هن بچه ها؟ موازی هن. اول معادل 4 و 12 رو بگیر. خب چی میشه؟ ضرب به جمع 48 به چی؟ 16 میشه 3. بعد 3 رو با 3 بگیر، این میشه 1.5. خب 1.5 رو با 4.5 بگیر، اینم 4. 1.5 و 4.5 میشه چقدر؟ 6 با 4 میشه 10. 20 دهم میشه 2. حالا دختر پسرا، 2 آمپر میخواد بیاد بین اینا تقسیم میشه. آقا مدرسه دوست، سلطان، سلطان، آی بله قربان، ببین 2 آمپر داره میاد، چجوری بین اینا تقسیم میشه؟ بین 2 و 3 و 6 چگونه تقسیم میشود؟ این 2 آمپر مساوی، یعنی بین 3 تا تقسیم، نه چون مقاومت با هم برابر نیست. چجوری تقسیم میشه؟ ببین من میگم 6 ایکس اومده، 3 2 ایکس اومده، 2 3 ایکس اومده. چرا؟ 1 6 تا، 2 3 تا، 3 2 تا. خب چقدر میشه الان؟ 6 ایکس شده 2، از اینجا ایکس ما میشه 1/3. خب این اینجا 6i بوده، این شده 1/3، پس 1/3 رفته این تو. خب پس اینجا این 1/3، این 2/3، اینم 3 تا 1/3 میشه 1. پس به این صورت جریان تقسیم میشه. البته این مال مثالی بوده که من اینجا زدم، باید درستش کنم. اون شکل با این فرق داره. یه بار دیگه اون شکل رو بگم. اینو من فکر کردم تایپش اشتباهه. نه. حالا اینا مثالی که زدم کاملا درسته، ولی میخوام اون شکل رو حل کنم. خب این شکل رو الان میخوام حل کنم. مقاومتاش فرق داره، عیبی نداره. یه مثال دیگه. خب اون بالا آرش 3 بوده، اینم آرش 4 بوده، اینم آرش 12. 2 آمپرم وارد شده، 2 آمپرم وارد شده. خب چجوری تقسیم میشه؟ عدد بزرگ 12 فرض میکنم تو چقدر؟ ایکس. پس 4 3 ایکس، پس 3 4 ایکس. چرا؟ ضرب کن 4 3 تا 12 تا، 3 4 تا 12 تا، 1 12 تا 12 تا. مجموعاً چند ایکس دارم؟ 8 ایکس. پس 8 ایکس بوده 2، پس ایکس ما بوده 1/4. پس این درست بوده. پس اینجا در واقع
پس اینجا در واقع اون چقدر بوده؟ 1/4 آمپر. اینجا چقدر میشه؟ 3 تا 1/4. 3/4. اینجا چقدر میشه؟ 4 تا 1/4 میشه 1. این میشه نحوه تقسیم جریان. خب پس ما عدد بزرگ رو میگیریم ایکس یا آی، فرق نره، بعد میایم بقیه رو با ضرب در میاریم. 3 میشه 2x 2i، 2 میشه 3x یا 3i، 3 دوتا 6 تا، 2 3 تا 6 تا، 1 6 تا 6 تا. ضرب آی در آر در شاخه های موازی باید با هم برابر باشد. من یه مثال دیگه این پایین بزنم چون جا هست. فرض بفرمایید این آمپرسنج، این آمپرسنج عدد 4 آمپر رو نشون میده. میخوام ببینم آدو چه عددی رو نشون میده. سری جواب، سوال کنکور خارج از کشور سال 1399. کامنت بزن. جواب من منتظرم. بودو آفرین ملینا، آفرین کاظم. آفرین. آره درست. آقا منو بیا، منو بیا. آقا 4 تا تو 2 تا، 4 2 تا 8 تا، یعنی ولتاژ این 8، ولتاژ اینم 8. چند تا رفته 2 تا؟ ولتاژ اینم 8. چند تا رفته 1 دونه؟ 1 و 2 4. چقدر میشه؟ 4 و 2 6 با 1 7. 7 آمپر وارد شده. چجوری بین 3 و 6 تقسیم میشه؟ خارج 99 ریاضی بوده ها. خب عدد بزرگ و فرض کن ایکس، عدد کوچیک 2x، میگی 3x شده 7، پس ار ایکس 7 سوم،
پس این تو چقدر رفته؟ 7/3. و سلام. آه! بریم بالا. یه تست سخت دشوار میگه در مدار روبرو جریان آی پریم چند آمپره. خیلی با نگاه هم میشه حلش کرد. ببینید این باتری حد اکثر ولتاژش میشه نیرو محرکه 12 است. چرا؟ چون آره در نیش 0. وی که این داره هم 12 است که ما اصلا به این قسمت کاری نداریم. وی دو سر اینم میشه 12. بیا، یعنی الان ولتاژ دو سر این میشه 12. خب آقا مقاومت معادل، ببین من این دوتا رو به هم میچسبونم، آ میکنمش یه نقطه. خب این 3 این 1.5. اگر تو 3 آی بیاد تو 1.5 دو آی میاد دیگه. حالا اول معادل بگیرم که جریانش رو حساب کنم. چجوری معادل بگیرم؟ این دوتا رو معادلش رو بگیرم. آره معادلش میشه 1. اینم معادل بگیرم. آره معادل میشه ضرب بجم 48 16 میشه 3. آره دیگه 48 به در واقع 16 میشه 3. خب 3 و 1 4. ولتاژ ما مگه 12 نبوده؟ معادل اینم بوده 4. خب میگم V برابر است با I در R. 12 میشه I ضرب در 4، یعنی آی ما میشه چند آمپر؟ 3 آمپر. 3 میاد تقسیم میشه تو چجوری؟ تو 3 ایکس میره، تو 1.5 میشه 2 ایکس. کلن 3 ایکس وارد شده که برابر 3 بوده، یعنی هر ایکس 1. یعنی این تو 1، این تو 2. میام تو شکل اصلی میگم آقا این تو 1، این تو 2. حالا 4 و 12 این تو ایکس، این تو چقدر؟ 6. بچه ها جمعش باید بشه 3. یه ایکس دارم، یه 3 ایکس هم اون ور دارم، جمعش 3. 4 ایکس شده 3. بچه ها ایکس من چقدر؟ 3/4. وای وای وای. پس این 3/4 یا 75/100 این تو چقدر؟ 2/25. می نویسم اینجا. بنویس رسول، بنویس. 75/100 این چقدر؟ 2/25. خب 2 اومده شده 75/100. بچه ها جریان 2 آمپر اومده، جریان 75/100 هم رفته این تو. از اینجا چقدر خارج شده؟ 1/25. وای مهلا مردم. چه پایه ای؟ اینه آدمو دیوونه میکنه این روشا. خدایا ما چقدر سریع میتونیم سوال حل کنیم. شکرت.
وای اینو بگو، اینو بگو تو رو قرآن، اینو بگو میخوام ببینم بهتره کنی ها. آقا جوابو بگو ببینم. وای وای چه تستی چه تستی. خب وای صدا بگیر. آقا میگه اختلاف پتانسیل دو سر هشت، این هشت آقا بیا بیا این آ این بی، یعنی اختلاف پتانسیل دو نقطه آ و بی چند برابر دو سر پنجه. آ این سی این دی. ببین دقت کن، جریانو نداری، ناراحت نباش، ما نیازی به جریان نداریم. فرضش کن چجوری اینجا معادل هشت و چهار چنده؟ دوازده. این سی و شیش، فرض کن جریان این ایکس دوازده، سه ایکس. چرا؟ چون سه تا دوازده تا سی و شیش تا. از اینجا یه ایکس با سه ایکس، جریان این هست چی؟ چار ایکس. اصلا نگران نباش. بیا اختلاف پتانسیل سی دی. خب اختلاف پتانسیل دو سر آبی، مگه ولتاژ دو سر هر مقاومتی نمیشه آی آر؟ بگو من بشنوم. میشه. پس سه ایکس در هشت، هشت در سه ایکس. ولتاژ دو سر سی دی هم آی آر، پنج در چار ایکس. این با این میره. بیست و چهار به چند؟ بیست. یک و دو دهم گزینه سه. وای بریم. سوال باری کلا خانم سرداری هم به جمع ما اضافه شد. I love you. خب بریم تو قسمت های دیگه. یه سوال سم، یه سمی براتون آوردم، قطعا سوال کنکور سراسری امسال، قطعا سوال کنکور سراسری امساله. تو جزوه خودمم
سوالش نیست. یعنی جزوه سر کلاس برای همایش امروز این سوال رو خلقش کردم. البته راست و حسینیش برای نکته و تست پارسال بوده این. ببینید، میگه در شکل برای مقاومت آر چند اوم باشد تا توان مصرفی درش بیشینه باشه. خب به اگر قراره که توان این بیشینه باشه، پس باید توان مولد هم بیشینه باشه. خب ببین، میگه آقا اگر توان آرایدو قرار از توان مصرفی بیشینه باشد، بله باید مشتقش نسبت به مقاومت صفر باشه. بله هر چیزی ماکسش، یعنی در رأس، چون معادله درجه دوم هست، در رأس اگر قرار باشه ماکس باشه، باید اون نقطه خاص تو رأس سهمی باشه و تو رأس سهمی همیشه مشتق صفره. پس قرار از توان مصرفی بیشینه باشد، پس باید مشتق صفر باشه. خب خوب دقت کن، عالیا. خب قرار توان ماکس باشه، باید مشتق توان نسبت به مقاومت صفر باشه. آقا من احساس چی میگی؟ ما که مشتق نخوب، من دارم علمی سوال رو بررسی میکنم. این سوالی که ما ساختیم در آزمون گزینه دو هم ازش استفاده شد، بماند که حالا از ما هم اجازه نگرفتند و باید از من به عنوان طراح این تست اجازه میگرفتن. ولی خب راهش اینه، میگه آقا باید مشتق این صفر بشه. خب جریان مدار ای آر خارجی آر درونی ساخته شده، توان میشه آرایدو این این. حالا مشتق تابع کسی میشه مشتق صورت در مخرج، منهای مشتق مخرج در صورت تقسیم بر مخرج به توان دو. این باید صفر باشه. وقتی قرار صفر باشه، یعنی کل این باید صفر باشه. خب اگه این صفر بذاریم، آر ما برابر میشه با چند؟ 4. ولش کن، ولش کن. چیکار کنم؟ ببین معادل این چنده؟ 4. معادل این چنده؟ میشه 20 ضرب در 5، 100 به 25 4، 8 8. پس تو مقاومت خارجیت 4. اینم که مال اینه. یعنی چی؟ ای رو بذار بمونه، آر خارجی رو بیار تو آر درونی، یعنی آر درونی برابر این آر است. حالا زمانی توان مقاومت ماکسه که توان باسی ماکس باشه. رسول گفت چی گفت؟ خودش به من گفت. چی گفت؟ در گوش من گفت توان باتری زمانی ماکس است. همین الان نکته قبلی که آر خارجی و آر درونی با هم برابر باشه، یعنی باید این و این برابر باشه. پس اگر قرار باشه این دوتا با هم برابر باشن، پس این آر برابر است با چند؟ 4. و جواب گزینه 3. ولش کن، ولش کن، ولش کن، ولش کن. اینو بهش میگن سوال. اینو بهش میگن سوال. داریم مگه؟ مگه داریم اینجوری؟ اگر قرار است توان مقاومت ماکس باشد، باید توان باتری ماکس باشد. زمانی توان باتری ماکس است که آر معادل خارجی با آر درونی برابر باشد. من اثبات کردم. پس این 4، اینم باید 4 باشه. الله اکبر به این جلال. مشتق کجاست؟ مگه خرم؟ مگه دیوانم؟ مگه احمقم؟ خب
اینو حل کنیم. تست مهم، دشوار. سری خب میگه رؤسا بره راست، خب روستا بره راست. ببینید برادر من، این بره راست، این این طول کم میشه، این مقاومت کم میشه. خب اون ور چی؟ اونور اینور مقاومت زیاد میشه. خب حالا اینجا نگاه کن، این تیکه مقاومتش کم شد، این تیکه مقاومتش زیاد شد، اینم که آر یک. ما اول باید بررسی کنیم ببینیم که آر معادل مدار چی میشه. بچه چون این چون اینا موازی هست، وقتی این داره زیاد میشه معادلش کم میشه، اینم که داره کم میشه چون اینا با هم جمع میشن پس آر معادل کم میشه، جریان کلی مدار زیاد میشه. خب اینجا جریان کلی زیاد بشه، جریان عبوری از آر دو هم زیاد میشه. حالا میمونه آر یک، اینو میبینی؟ این شاخه مقاومتش هی داره میره بالا. خب عبور جریان رو مقایسه کن، جریانی که داره میره این تو هی داره کم میشه، خب بقیهش کجا میره؟ میره بالا. پس در واقع جریان عبوری، جریان از آر یک داره زیاد میشه، از آر دو هم داره زیاد میشه و جوابش گزینه 4 میشه. باریکلا، آفرین، مرسی مرسی، چقدر گزینه درست داشتی. خب گرفته جوابش اینجا نوشتیم کامل. حالا میخوام یه سری تست جدید حل کنیم.
تست جدید خفن تا حالا ندیدی. تست هفت، ببین میگه در شیزی ابتدا کلکا بازه، به محض بستن کلکا عدد ولتستان چی میشه؟ آقا معلومه این کلید بسته بشه برادر من، خب بریم یه سوال. میگه در شکل مقابل ابتدا کلید کار، آخ آخ آخ، کلید 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 کلید. خب تست هفت، تست زیبا زیبا زیبا، میگه در شکل مقابل ابتدا کلید کاب باز است. کلید، جمله معروف کلید، کلید کاب باز است، مدار ما قطع است، کلید کاب بسته است، مدار ما وصل است. یادت افتاد؟ یادت افتاد گفته بودم کلید کا باز است یعنی چی؟ یعنی مدار ما قطعه، یعنی این شاخه هیچ تأثیری نداره. به محض بستن کلید، کلید ما بسته است، مدار ما وصل است، یعنی وقتی من این کلیدو ببندم این در واقع سیمه کار میکنه. وقتی این سیمه کار کنه چه میکنه؟ اتصال کوتاه، شیشو از مدار حذف میکنه. خب پس حالت اول کا تأثیری ندارد، ولی تو حالت بسته شدن شیش رو حذف میکنه. حالا بیایم میگه عدد ورسن چه؟ آقا بیا جریان رو به دست بیار. شما وقتی کات بازه شیش هست، دو سه یک رو هم شیش، شیش و شیش معادل سه، سه با چهار هفت، یه دو یه یک ده. خب این سی این ده، این جریان رو میده بیرون، جریان میاد میچرخه میچرخه، ای از این هم میاد بیرون، پس جفتی دهنده، جفتی دهنده. خب پس جریان ما میشه سی به علاوه ده تقسیم بر ده میشه چهار آمپر. خب ولتاژ دو سر باتری چی میشه؟ ای امن های آی آر 22 ولت. قبوله؟ حالا کلید کا بسته است، کلید کا بسته است، مدار ما وصل است، پس این حذف میشه. وقتی این حذف میشه اتصال کوتاه. خب آره معادل چی میشه؟ این که حذف بشه کل اینا حذف میشن. چرا؟ آقا مدرس دوست چرا؟ این سیم جریان میاد میگه من باید برای چی تو اینا برم؟ میگه دیوانم؟ مگه احمقم؟ میام این تو خوشگل؟ چی میمونه؟ چهار. آره ما میشه چهار، سی به علاوه ده چهار با دو یک سه میشه چهل هفتم. حالا ولتاژ دو سر باتری رو به دست بیار. ای امن های آی آر ایش شم بود ایش سی چهل هفتم ضرب در دو میشه سی امن های هشتاد هفتم. درست یا نه؟ خب حالا حسابش کردم، اینجا حسابش کردم شده هیجده و نیم
اول چند بود؟ 22 و 18.5 حالت جدید. اختلاف اینا منفی 3.5، یعنی 3.5 ولت کاهش پتانسیل داشتیم. عالی. خب عالی بود، خسته شدیم. تست 8 که فکر نمی کنم نمونهش رو تا حالا جایی دیده باشید. اصلا نیست. بیارم بالاتر. یه 10 دقیقه استراحت کنیم بعد برگردیم. 10 دقیقه استراحت کنیم برگردیم. یا علی خسته نباشید. سعید جان یه 10 دقیقه یه آنتراک بریم. نهضت آشنای سه نسل.